اخیراً آخوند علوی وزیر اطلاعات آخوند روحانی در مصاحبه‌ای به فضای مجازی پرداخت و گفت که بارها رهبری رهنمون دادن که نیروهای نظام و انقلاب از این ابزار، منظورش فضای مجازی، حد اکثر استفاده را در جهت اهداف و آرمان‌های انقلاب را بکنند. و بعد هم گفت ولی از ظرفیت فضای مجازی به خوبی استفاده نکردیم، دشمن بهتر از ما استفاده کرده. البته موضع‌گیری مقامات حکومتی در مورد فضای مجازی چیز جدیدی نیست و از قبل‌ترم تا به حال گفته بودن که دغدغه‌شون، یکی از دغدغه‌های اصلیشون، فضای مجازی است. خب برای بررسی علل این دغدغه یا ترس آخوند از فضای مجازی گفتگو داریم امروز با آقای نعمت اولیایی، که خیلی خوشحالیم که شما رو امروز در استودیو داریم. آقای اولیایی، خوش آمدید به برنامه قیام ایران. با سلام خدمت هموطنان عزیزم، بینندگان سیمای آزادی، و با تشکر از شما بابت فرصتی که به من دادید در خدمتتون هستم. بله. سوال اول این هست که علت نگرانی و یا ترس مقامات رژیم کارگزاران حکومتی از فضای مجازی برای چیه؟ بله. ببینید، همه نظام‌های دیکتاتوری تو جهان از بستری که مردم بتونن بدون سانسور به اطلاعات دسترسی پیدا بکنن وحشت داره. به همین دلیل در صدد برمیان که به اصطلاح ارگان‌های عریض طویل سانسور درست بکنن که تا مانع دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات درست بشه. من. تا جایی که به رژیم آخوندی برمیگرده که این موضوع مضاعف و ترس وحشتش هم بیشتر از همه. چرا؟ چون وحشتش از این زاویه است که نگران اونه که اخبار و اطلاعات، اخباری که نشون میده از به اصطلاح فساد و تباهی و سرکوب و اعدام، از طرفی به اصطلاح نگران اونه که اخباری که از خارج بیاد، از بیرون از ایران بیاد و قدرت نمایی پوشالی آخونده رو به چالش بکشه، خب از این وحشت میکنه. اما وحشت اصلی و دغدغه نظام تو مصاحبه وزیر اطلاعات آخوند خاتمی خیلی روشن، آخوند روحانی مذهب خواهد، خیلی روشن و مشخصه. تو مصاحبی اعلام میکنه، میگه که این همون چیزی که ما ازش عنوان کابوس اشاره میکنیم، کابوس رژیم. میگه که دشمن از فضای مجازی بهتر از ما استفاده کرد. منظورش از دشمنم که در فرهنگ سیاسی ایران فکر نکن کسی ابهام داشته باشه. قبل از خود آخوند علوی، بنیانگذار جهل جنایت این حکومت، خمینی از سال 59 دشمن تعریف کرد بود. بعد از امجدیه گفته بود که دشمن که الان به اصطلاح ارباب قدرت اون دوران نیستن، دشمن مجاهدین، و اشاره کرد به آقای رجوی. پس صحبتی که الان و اشاره‌ای که الان وزیر اطلاعات آخوندی میکنه دقیقا بحث دست میذاره رو حضور مجاهدین در این فضای مجازی. این ترس و وحشت نه مختص وزیر اطلاعات آخوند روحانی. ببینید، تمام جوارش رو پوشونده، همه به اصطلاح عمله و اکره رژیم مستمرن در هر نشست و برخاستی در هر منبری بهش اشاره میکنن. مثلا فردی به نام علی ربیعی که عنوان به اصطلاح سخنگوی دولت روحانی را یدک میکشه، که قبلا با اسم مستعار عباد در زندان اوین شکنجهگر بوده، به موضوعی اشاره میکنه که من به نظرم خیلی قابل توجهه. میگه که داره این شرایطی که الان توش هستیم و مقایسه میکنه با دوران فروغ جاودان، عملیات فروغ جاودان. بعد در ادامه میگه که واقعا فکر میکنم که امروز در تنگه چهارزبر ایستادم. شما حتما میدونید که هموطنان عزیز من حتما بی موضوع مشرف هستن که وقتی رژیم صحبت از عملیات فروغ جاودان میکنه، ترس از لرزه سرنگونی. به همین دلیل هر سال هم جشن میگه براش که حالا سرنگون نشده، مثلا که سرنگون نشده. و یه سم خیلی جالبه، میگه که خودم رو احساس میکنم در تنگه
چهار زبر میرم. میدونید دنگ چهار زبر ورودی به کرمانشاه یعنی تلیعی سرنگونی رژیم و فتح تهران بود. یعنی تشرد اینجوری برش الان هست. ببین پس بعد ادامه میده میگه امروز پشت صحنه تخریب چهره های خدوم نظام مجاهدین هم. کدوم چهره ها؟ منظورش اینه که چهره های خدوم افشا میکنن. میگه همونه که میلیارد میلیارد پول مردم ایران غارت میکنن، خاک وطنمونو به توبره کشیدن، منظور از چهره های خدوم همین هست. حالا شما اشاره کردید که ترس رژیم یک دلیلش اینه که مردم به خبرها دسترسی نداشته باشن، به خبرهایی که به اصطلاح اباحت این رژیم رو زیر مسئله میبره، و بعد هم اشاره کردید که به گفته خود مقامات رژیم ترسشون از حضور دشمنه، که شما دشمن رو مجاهدین تعریف کردید با اشاره به صحبت ربیعی که الان داشتید میگفتید. اما یعنی شما فکر میکنید که واقعا همه این سرمایه گذاری که رژیم کرده توی بحث فیلترینگ یا به اصطلاح بستن شبکه‌های اجتماعی و اینا فقط به خاطر اینه که مجاهدین توی شبکه اجتماعی حضور دارن؟ بله. ببینید در همون مصاحبه‌ای که مصاحبه‌گر تلویزیون رژیم با خود علوی داره، این وزیر اطلاعات، حالا ابتدا اصلا شرایط میگه که یک از امکاناتی که امکانی که الان بیشترین ضربه رو میتونه به فرهنگ جامعه بزنه همین به قول معروف فضای مجازی، ابتدا به این اشاره میکنه. بعد حالا این داره مصاحبه میکنه، در ادامه میگه که شما میدونید رو به علوی که یکی از عوامل جدی در بعد از 96 و تظاهرات و قیام 96 همین فضای مجازی بوده. بعد یکم صحنه رو واضح‌تر میکنه، میگه من خودم صحنه رو دیدم، خودم تصویر رو دیدم که مجاهدین یه تعدادشون نشسته بودن، مثلا چهار تا جای هر کدوم جای چهار تا کاربر کار میکردن و این توی فضا و شبکه اجتماعی داشتن به اصطلاح جامعه رو هدایت میکردن. بعد رو به وزیر اطلاعات میگه که شما خودتون شخصا چقدر نگران این فضا و این شرایط هستید. که علوی اینجا بهش جواب میده که به نظرم خیلی واضح و مشخصه، میگه که واقعیت اینه که فضای مجازی شرایط فضاییه که همیشه استفاده کرد، ولی ما درست ازش استفاده نکردیم. کی استفاده کرد درست؟ مجاهدین. همون چیزی که دشمن میگه، با تعریفی هم که در فرهنگ سیاسی جامعه از فرهنگ سیاسی حکومت آخوندی در واقع حکومت آخوندی، بله دقیقاً. بعد میگه که تو این زمینه ما تمام توانمون رو به کار نگرفتیم. بعد میگه دشمن از فضای مجازی سوء استفاده کرده. کاملا مشخصه که ترس رژیم از چیه و تاثیرگذاری مجاهدین در فضای مجازی بهش اشاره میکنه، و همینجوری که خودش هم گفته که دست بالا رو دارن برای هدایت جامعه، از این امکان استفاده میکنن. بله. و وحشتش و کابوسش هم دقیقا تو همین نقطه است. بله. حالا شما در پاسخ اشاره کردید به اینکه تو خود همون مصاحبه یا مصاحبه‌گر اشاره کرده به تصاویری از مجاهدین و از این نتیجه گرفتید که پس ترسشون از مجاهدین است. ولی خب به هر حال همه میدونن که تو فضای مجازی به غیر از مجاهدین هم افراد دیگه هم حضور دارن که علیه رژیم کار میکنن، و به هر حال چرا شما این ترس از فضای مجازی رو فقط مختص مجاهدین میکنید؟ حرف درسته این سوالی که شما میکنید، ولی قبول دارید که حضور و تاثیرگذاری دو پدیده مختلفیه؟ ببین من یه مثال ساده اقتصادی براتون بزنم. این طرفی که میره تو بانک چک میکشه، به چه اعتباری چک میکشه؟ پشتوانه مالی که داره. پشتوانه مالی و اندوخته هاش. درست. حالا یکی اگه این پشتوانه رو نداشته باشه، چک میگن چک بی محل. یعنی هیچ ارزشی نداره. ببین من وقتی که از خود دشمن، از خود رژیم بهش اشاره میکنم و بحث تأثیر گذاری مجاهدین، خب یه چیزی نیست که من مثلا مدعی باشم. ببین شما نگاه کنید، آخوند جلادی به نام پور محمدی که همه میشناسن به صراحت میگه هیچ تخریبی، تخریب هم تعریف کردید دیگه، یعنی افشای جنایت، دناعت، پستی و لعامت کارگزاران و عمل بکره این رژیم، پس تخریب یعنی میگه هیچ تخریبی تا امروز
در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده؟ هیچ، مگر اینکه مجاهدین پای اصلیش باشه. پس حرف اینه، بحث تاثیرگذاری تو جامعه است. حالا علت این که چرا تاثیر میذارن، چه ویژگی مجاهدین دارن که تاثیر میذارن، چون به قول شما راست میگی، تو فضای مجازی انبوه کاربر انبوه نهلها و به اصطلاح گروه هایی هست که مدعی هن. ولی دقیقا بحث رو به اصطلاح تاثیرگذاری که حتما من یه جایی از بحث بهش اشاره خواهم. حالا همین تاثیرگذاری که میگید چه چیزی رو شما شاخص یا معیار میگیرید که میگید مجاهدین تاثیرگذارترن؟ چون هر کسی میتونه بگه منم تاثیرگذار هستم. این در منطق من حرفتون قبول دارم، استدلال در منطق درسته، ولی به اصطلاح قدما صغرا کبرای این بحث به هم چفت جور نمیشه وقتی به در صحنه عمل نگاه کنید. رژیم که تمایل نداره مجاهدین رو مطرح بکنه، این همون رژیمیه که 40 سال آزگار در دوران روحانی قبل و بعدش، خاتمی معذرت میخوام، سال 76 تمام تلاشش این بوده که همچون بنی امیه و بنی عباس که خاندان علی رو 70 سال سربلند کرده، بعدم تلاش کرده هیچ اسمی ازش نباشه، اینا هم تلاش کردن هیچ اسمی از مجاهدین نباشه. ببین این همون حاکمیتیه که وقتی اون رئیس جمهورش میاد تو بغداد، همون زمانی که تو لیبرتی به اصطلاح قرارگاه ارتش آزادی باش زیر بمباران بوده، تمام دنیا از این موضوع خبردار بودن، برای اینکه اسم مجاهد خلقو نبره میگفت مگه مجاهدین وجود دارن؟ پس هیچ تمایلی نداره. نام بردن از اسم مجاهد خلق ذنب لایغفر و گناه نابخشودنی برای شما، ولی چی میشه که مجبور میشه؟ ببینید دقیقا به دلیل خون جوشان شهدای مجاهد خلق، به دلیل تلاشایی که این سال‌ها مجاهدین کردن، به اینکه یک لحظه از سرنگونی کوتاه نیومدن، بالاخره کف باطل ارتجاع و دشمن از روی به اصطلاح آب زلال صحنه سیاسی کنار رفت، مجاهدین خودشون نشون دادن. ببین رژیم تلاش میکنه به هر نحوی که شده مانع به اصطلاح این بشه که مردم به رشیدترین فرزندان و خلق دسترسی پیدا نکنن. من یه روزنامه رو که نگاه میکردم به آمار خیلی قابل توجهی رسیدم. تا سال 97 519 جلد کتاب، 169 فیلم و مستند علیه مجاهدین ساخت. برخی از مستندات که میگیم بعضن تا 30 قسمت، بعضن چندین بار از شبکیه مختلف سیمای منحوس رژیم پخش شده. خب من این کار چیه؟ و چرا رژیم به رغم همه اینا باز مستره، باز نگران؟ من خوبه به اعترافات یکی از کارگزاران رژیم، این شکنجهگر اطلاعاتی که گاهگداری فیگور هنر و به اصطلاح که در کسوت کارگردان و مقال نویس در میاد، کی؟ فدیه به نام روزی طلب به نکته اشاره کرده که خیلی قابل توجه. ببینید میگه که در رابطه با تأثیرگذاری که سازمان مجاهدین به واسطه همین فضای مجازی که دارن رو صحنه سیاسی ایران و رو مردم که دارن، میگه نفرات سازمان شهرها رو بین خودشان تقسیم کردن و در یک فرایند چند ساله نخبگان و معترضان کف را در گروه های تلگرامی سازماندهی کردن. فضای مجازی نمیگه تو فضای مجازی سازماندهی کردن، چی میگه؟ میگه فضای مجازی برای فضای مجازی نه، دقیقا از فضای مجازی به فضای حقیقی. درود بر شما، راه میبره چون این پشتوانی داره اینو به واسطه این فضای مجازی یک اهرمیه که این پشتوانه رو تو صحنه تو کف خیابون مادهش میکنه. بعد اشاره میکنه میگه مثلا در یک شهر کوچک بیش از 5000 عضو در گروه های مختلف هستن که زمینی هماهنگی درباره مکان و ساعت تجمع رو آنجا اعلام میکنن. این پیام نمیده که این کارو بکنید، خودش تو صحنه این کارو میکنه، هوادارش تو صحنه این کارو میکنه، کانونای شورشیش این کارو میکنن. میگه نحوی رفتار و شعارها
همه مربوط به سازمان مجدد است. جمله‌ای که این روزی طلب بهش اشاره می‌کنه. مثلا شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا فقط در دانشگاه تهران یا مرگ بر روحانی در مشهد نیست. کل ایرانو اجازه بدید من دقیقاً جمله خودش رو بخونم. میگه یا مرگ بر روحانی فقط در مشهد سر داده شد، ولی شعارهای مستقیم مربوط به براندازی در همه جا بود و مرتبا تکرار میشد. این مال روزنامه وطن، روزنامه حکومتی وطن امروزه که از روزنامه باند خامنه‌ای که با این توی مصاحبه داشت. آیا مثلا فقط روزی طلبی که در کسفت خدمتون عرض کنم که کارگردان و مقال نویس وارد میشین جمله گفتی میشه؟ یا مثلا من گفتم تمام عملی اگر رژیم درگیر موزن، این پاسدار غلامرضا جلالی که به اصطلاح سرکردی پدافند غیر عامل رژیمه، میگه که جنگ جدید با مجاهدین در فضای مجازی سخت‌تر از درگیری در میدان بود. در بسیاری از شورش ها میگه قائله و شورش رد پای مجاهدین پیداست. بسیاری از جریان های خبری در فضای مجازی که ضد نظام و ضد انقلاب است ریشه در عملیات روانی مجاهدین دارد. مجاهدین تلاش دارند از برخی ضعف های اقتصادی داخلی استفاده کرده و فرمان شورش و قیام صادر کنند. ترسو میبینید شما؟ بله. بس من اینکه معذرت بخوام، تاثیرگذاری یعنی این. بله درسته. بله. این از جنبه تاثیرگذاریش که میگید از نکاتی که خود همین مقامات رژیم گفتن کاملا مشهود هست، اما علتش میتونه همون باشه که شما در ابتدا اون مثال چک بی‌محل بهش اشاره کردید، چون مال فرق فعالیت مجاهدین در فضای مجازی با هر کسی دیگه شاید این هستش که اونها در فضای حقیقی هم حضور جدیتر و پررنگتری داره، یعنی یک پشتوانه حقیقی وجود داره هم در عرصه بین‌المللی در خارج از کشور و هم در داخل کشور، که بعد اینجا تو فضای مجازی این ترسونگرانی رو ایجاد میتونه بکنه. یعنی این نکته بود که من از صحبت شما استنباط کردم. و سوال آخری که باقی میمونه این هستش که به نظر شما علت اقبال پیام‌های مجاهدین اونطور که الان توی صحبت‌های این روزی طلب اشاره کردین که مثلا کانالشون که میذارن هم این تعداد نفر عضوش میشن یا این پتانسیل رو داره که بتونه یک حرکتی رو در داخل کشور ایجاد کنه و به منبع نگران رژیم تبدیل شده، چیه به نظر شما؟ البته کمک هم کردید در توضیحاتی که دادید، به بخشی از سوال جواب دادید، ولی من تلاش میکنم که یه خود موضوع رو بیشتر بهش بپردازم. این وقتی پاسدار جلالی اذعان میکنه، اعتراف میکنه که مجاهدین توان سمت سو دادن مطالبات جامعه به سمت شورش و قیامه، حالا سوال من اینه آیا این توان یک شبه به دست اومده؟ اصلا سازمان مجاهدین که الان من تو اعترافات سران رژیم، کارگزاران رژیم براتون گفتم و خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، مثلا یک شبه به دست اومده؟ هرگز اینجوری نمیتونه باشه، واقعی نیست که. آخه ببین سازمان مجاهدین که همین روزها به سالگرد تأسیسش نشستیم، همینجور خوبه از این بابت به هموطنمون تبریک بگم، به شما هم تبریک میگم. بله در آستانش هستیم. بله در آستانش هستیم. ببینیم قریب 55 سال یه درختی کاشته، با خون آبیاری شده این درخت، 40 سال آزگار رهبری این سازمان، اعضای این سازمان گفتن سرنگونی، لحظی درنگ نکردن. برای آزادی مردم دشت و کوه و دریا رو پیمودن، برای اینکه بتونن حقوق مردم رو مطالبه بکنن. چه چیزی بود که دریغ کردن؟ 120 سال شهید شدادن، شکنجه شدن، زن، زندگی، تمایلات، همه چیزی گذاشتن. و در اوجش میبینیم بمباران های لیبرتی رو بودن، هر لحظه امکان شهادت تک تک این نفرات بود. ولی الان در اشرف سه بر بام دنیا سر میزن. خب تاثیرگذاری یعنی همین دیگه. وقتی ملتی، خلقی چجوری قرار اعتماد بکنه به پیشتازش؟ پیشینه رو نگاه میکنه. بله؟ پیشینه رو نگاه میکنه. دقیقا همینه. و 55 سال آزگار یک لحظه برای خودش فکر نکرده،
یک لحظه برای زندگی خودش فکر نکرده، یک لحظه مبارزه رو کنار نذاشته، همه چیز تحت خدمت مردمش بوده، همه چیز برای مردم بوده، بعد میخوای تاثیر نداشته باشی؟ اجازه بدید خوبه که من همینجا یکی از به اصطلاح خطیبان جمعه بازار رژیم من اشاره کنم. ببینید میگه که حضور مجازی سازمان‌های اطلاعاتی دشمن، منظور به اسم منافقین یعنی مجاهدین، بستری شده برای رخنه بی هزینه دشمن در خانه‌های ایرانیان و این یکی از آفات فضای مجازیه. از این کلمات فرهنگ آخوندی که بگذاریم، از این وارونگه آخوندی که بزنیم، چی میگه؟ میگه او این فرهنگ مجاهدین، فرهنگ مبارزاتی مجاهدین، فرهنگ مبارزاتی مجاهدین چیه؟ ایستادگی به هر قیمت، مقاومت به هر قیمت، کوتاه نیامدن در مقابل دشمن به هر قیمت. میگه این فرهنگ تو خونه، خونه تک تک مردم ایران نفوذ کرده، میگه در خونه ها نفوذ کرده و این چیزی که رژیم به نگرانی وارد میکنه، این همون وحشتیه که وزیر اطلاعات رژیم ازش یاد میکنه. بله، پس من این نکته جدیدی که باز تو صحبتتون داشت، شما این دفعه اشاره کردید به پیشینه تاریخی، یعنی واقعا اگر کسی مثلا میخواد از یک فرض کنید یه حرفی توی فضای مجازی تاثیرپذیره، خب باید نگاه کنه که ببین منبع اون حرف چقدر تا به حال برای اثبات همون حرف هزینه کرده. اینجاست که اونجا مثلا این تفاوت مجاهدین، شما گفتید با اعتبار سابقه 55 ساله‌ای که الان برای رسیدن به آرمان‌ها و اهدافشون گذاشتن توی این مسیر، اینجاست که اعتبار حرفشون متمایز میشه از هر کسی دیگه و این تاثیرگذاری که شما بهش اشاره می‌کنید یکی از منابعش میشه همین، یعنی پشتوانه تاریخی که برای هر حرف مجاهدین داشته. یعنی اینجاست که مثلا یک توییت از مجاهدین که مثلا میگه فرانکار پشتوانه ای داره در تاریخ و در صحنه عمل و این از این جهت هستش که تاثیرگذارتر است برای مخاطب به نسبت هر حرف دیگه‌ای که این پشتوانه رو شاید نداشته باشه. دقیقاً به همین دلیلی که من در ابتدای سوال آخرتون بهش اشاره کردم، اون پاستر جلالی میگه مجاهدین این توان سازماندهی مطالبات مردم به سمت شورش رو دارن. خب این از یه جایی در میاد. و نکته دیگه هم تجربه سازماندهی هستش که این همه از آن دارن که در سازمان مجاهدین به طور مشخص ما میبینیم که تو بحث کانون‌های شورشی کی تونسته استراتژی و به اصطلاح اینو بتونه پیاده بکنه، کانون‌های شورشی و همه شاهد فعالیت‌هاش رو بتونه روزانه هستیم. دقیقاً در اخبار سیمای زدی هم نشون داده میشه. خیلی تشکر میکنم از حضورتون آقای اولیایی که با ما همراه بودید در این گفتگو و علل ترس رژیم آخوندی از فضای مجازی رو بررسی کردیم.